درود بر شما. حمیده آرمیده هستم. امشب با بحث سومین آزمون استخدامی و تبعیض‌های اعمال شده جنسیتی در سهمیه‌های استخدامی امسال با شما، سهمیه‌هایی که منتقدان می‌گویند باز هم نه با نگاه شایسته سالاری بلکه با نگاه جنسیتی تنظیم و تقسیم شدند. امسال پس از انتشار دفترچه آزمون استخدامی سال 95 معلوم شد که از میان حدود 3000 نفری که دستگاه‌های دولتی برای استخدام اعلام نیاز کرده اند 961 عنوان شغلی منحصراً متعلق به مردهاست، یعنی 30% کل استخدام‌ها، و سهم زنها تنها 16 عنوان و بقیه فرصت‌ها هم بین زنها و مردها مشترک اعلام شده. نابرابری در داشتن فرصت‌های شغلی میان زن و مرد در آزمون استخدامی سازمان‌ها و ادارات دولتی در ایران موضوع تازه‌ای نیست. همین پارسال بود بیش از 900 معترض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز بر اساس جنسیت در اشتغال، به خصوص البته در بخش دولتی، بیانیه‌ای را امضا کردند و خواستار بازنگری جدی شدند در سهمیه‌ها. اما امسال قبل از فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی، برخی از مقامات دولت دست به کار شدند و به سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در آزمون اعتراض کردند. یکی از این مقامات شخص دوم حکومت و رئیس قوه مجریه در ایران است. وظیفه میدانه که نسبت به حضور برابر خانم ها و استفاده برابر اونها از فرصت های اجتماعی اقدامات لازم رو انجام بده. نیمی از تحصیل کردگان دانشگاه ما امروز دختران و بانوان هستند. اگر به اونها فرصت اشتغال و فعالیت ندیم، چگونه اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد؟ سومین آزمون استخدام کشوری باید تا زمانی که سهمیه‌های جنسیتی اصلاح بشود و حقوق زنها در فرصت‌های شغلی تأمین و عدالت برقرار بشود به تعویق بیفتد. این دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است. پیشتر شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری اعلام کرده بود که با معاون اول رئیس جمهوری مکاتبه داشته و او هم نامه او رو به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ارجاع داده تا جلوی تبعیضات جنسیتی احتمالی امسال گرفته بشه. موضوع رو با دو مهمان امشب، خانم‌ها فاطمه مسجدی فعال زنان و دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه از برلین و محبوبه عباس‌قلی زاده فعال زنان و مؤسس تلویزیون اینترنتی زنان تیوی از استودیوی صدای آمریکا در نیویورک پی می‌گیریم. با سلام به هر دوی شما خانم‌ها، اجازه بدید اول با خانم مسجدی من صحبت رو آغاز بکنم. خانم، خیلی‌ها اعتقاد دارن که این اولین باری هست که اقشار مختلف زن‌ها با خانم مولاوردی، یعنی با یک مقام زن دولتی، دارن همکاری می‌کنن، چرا که نقش اون رو در تصمیم‌های آقای روحانی مثلا در همین دستور توقف سومین آزمون استخدامی بسیار موثر می‌دونن خانم. در مقابل هستن کسایی که میگن مثلا چرا مقامات در دولت، مثلا خود همین خانم مولاوردی، خیلی پیشتر، یعنی پیش از تدوین دفترچه آزمون وارد عمل نشدن، هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته تا این تبعیضات ناروا اصلا اعمال نشه. نظر شما چیه در مورد خانم مولاوردی و صحبتایی که هست؟ با سلام، یک نگاه نظری عملکرد به خانم مولاوردی میتوان کرد. خانم مولاوردی به نسبت زنهای دولتی در دوره‌های قبل میشه گفت عملکرد متفاوت و مثبتی داشته. زمانی ایشون شروع به کار کرد که دو دوره 4 ساله به دلیل فشارهای سیاسی فعالیت‌های زنها و انجیوها رو به کاهش گذاشته شده بود. همچنین در زمان آغاز کارشون کشور به دلیل شرایط بحران سیاسی، جنبش سبز، شبکه های فعالان زن از هم پاشیده و مجبور به ترک کشور شده بودند و فعالیت انجی ها متوقف شده بود. مسئله دیگه، خانم مولاوردی استفاده، فراموش نکنیم، استفاده زیرکانه از قدرت که در دولت به دست آورده بود برای به چالش کشوندن ساختار زن ستیز دولت و مجلس کرد. به نوعی بر هماهنگ کردن و تعریف کردن مطالبات زنان در گفتمان دولتی تاثیر گذاشته و اونها را متقاعد کرده به فعالیت‌های خودش در ساختار دولت.
البته در طول حضورشون در دولت میشه گفت که طرحایی رو که در عنوان کرده هنوز جامعه عمل پوشیده نشده، از جمله ازدواج کودکان، طرح ازدواج کودکان دختر بچه ها، خشونت خانگی، بیکاری زنان، حجاب اجباری، پیگیری هزینه درمان و کسب بودجه کامل برای قربانیان اسیر کاشی تا مرحله بهبودی نسبی. بله، اجازه بدید من حالا ببینم نظر خانم عباس خلی زاده در این ارتباط چه هست. خانم عباس خلی زاده، نظر شما چه هست؟ در مجموع به هر جهت ارزیابی که خانم مسجدی دارن ارزیابی مثبتی هست، حالا با توجه به اینکه میگن طرحها هنوز به جامعه عمل بهش پوشونده نشده، اما موضوع مثبتی است، عملکرد مثبتی است در مجموع، شما نظرتون چه است؟ ببینید، با توجه به ظرفیتی که دولت داره برای اجرا و برای سیاست‌گذاری و ارائه طرح‌ها و لوایح به مجلس و پست معاونت که یه پست مشاوره‌ای نیست و یه پست اجرایی و دسترسی به همه استان‌ها از طریق کمیته‌هایی که در همه استان‌ها وجود داره که بحث سیاست‌گذاری زنان هم توش هست و با توجه به این که معاونت امور زنان در همه وزارتخونه ها نمایندگانی داره و کمیته هایی که به هر حال تو سازوکار اجرایی میتونن واقعا جریان سازی جنسیتی را بندازن، با توجه به همه این پتانسیل هایی که عرض کردم، نقشی که در کل خانم ملاوری داشته میتونه به این شکل تعریف بشه که یک زن محافظه کار با گرایش سیاسی اصلاح طلبه، یعنی که محافظه کار از نظر کنش، از نظر رویه و بیشتر کارهایی که تا حالا اتفاق افتاده تا به حال تو معاونت زنان بیشتر جنبه توصیه‌ای داشته، جنبه ادوکسی و ترویجی داشته، ولی از نظر اجرایی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اون در واقع برشی که حتی در روزهای اول باید از خودشون نشون میدادن، با توجه به اینکه آقای روحانی گفته بودن وزارت زنان میخوان تشکیل بدن و اصلا معاونت زنان بزرگترین برنامهش این بود که طراحی بکنه برای زمینه سازی بکنه برای وزارت زنان، ما اصلا هیچ نشانه های از این قضیه نمیبینیم. ما نشانه های از این که در عرصه سیاست خارجی ملاوردی و یارانش تونسته باشن حضور فعال بکنن نمیبینیم. در جریان نشست سال گذشته سازمان ملل CSW یا تمام نشستایی که آقای ظریف و سایر هیئت داشتن ما اصلا زنان رو و دفتر معاونت زنان رو نمی‌بینیم. بله، و سوال من از شما این هستش که برجت این چیزهایی که شما دارید عنوان می‌کنید یک بخشش برمیگرده به اینکه یک نفر می‌خواد یه کاری رو انجام بده تا چه حدی واقعا توانایی اجرایی داره. اگر مثلا اگر شاید کسانی باشن که الان دارن این برنامه رو نگاه می‌کنن و سوالشون این باشه که شخصی که مثلا شب گذشته میره جلوی تلویزیون، این شخص نمی‌تونه محافظه‌کار باشه وقتی شروع می‌کنه به صحبت کردن از اینکه او من می‌خوام این کارا باید بشه برای زنها و میدونید این دیگه یک شجاعتی شاید بخواد. من نمیدونم، من میخوام نظر شما رو خانم مسجدی هم شنیدن پاسخگو باشن. خانم مسجدی بفهمید، خواهش میکنم. من فکر میکنم که خانم ملاوردی به لحاظ توجهشون نسبت مسائل جنسیتی و مسائل زنان ایشون دغدغه کاریشون هستش و من فکر میکنم که هم حالا افرادی همینطور از تیمشون منطقه چقدر میتونه عمل کرده خودشون نشون بده، چقدر میتونه واقعا توی این چارچوب سیاسی تنگ و محدود عمل بکنه، خودش میدونه که خط قرمزاش زیاد هستش و خودش هم میدونه که فقط یه حداقل‌هایی میکنه. خب شاید این همین صحبتیه که افرادی مثل خود خانم الان خانم عباس خلی زاده دارن. خانم عباس خلی زاده، شما میگید یعنی دغدغه کافی نیست دیگه، منظور شما اینه باید در اجرا هم بتونه کاری انجام بده؟ منم هم همین عرض میکنم. ببینید، برش اجرایی خانم ملاوردی زیاد نیست نسبت به زنانی که قبلا بودن، مثل خانم شجاعی، مثل خانم ابتکار. خانم ملاوردی از نسل در واقع سوم زنان دولتی حساب میشه، اگر بگیم که خانم ابتکار و خانم شجاعی نسل دوم هستن.
و نگاه که میکنید میبینید که آقای روحانی موقعی که میخواست کسی رو انتخاب بکنه دنبال یه آدمی بود که بی‌حاشیه باشه، معتدل باشه، مسائل حقوقی بدونه، موجه باشه و در این حال هم بتونه یه در واقع فضایی رو داشته باشه که خیلی مورد حمله گروه های محافظه‌کار قرار نگیره. در نتیجه معتدل ترین و بی سر صدا ترین در واقع فرد رو اتفاقا انتخاب کرد و میتونست خیلی آدمایی رو با برشای بیشتر انتخاب بکنه، ولی چیزی که وجود داره اینه که خود دولت تصمیم نداشت که یک فرد اجرایی برشداری رو انتخاب بکنه و بخواد به طور زیربنایی و استراتژیک با مسئله زنان درگیر بشه. اتفاقا مسئله خیلی خوبی رو بهش شما اشاره کردید. خانم مسجدی، تنها 2 روز مانده بود به پایان ثبت نام آزمون، سایت خبری وقت ایران از قول یک منبع آگاه در هیئت دولت نوشته بود که خانم ملاوردی به طور دائم مسئله آزمون و سهمیه ها رو در دستور کار دولت قرار میده، اما اختلاف نظرهایی که وجود داره هنوز نذاشته که به نتیجه نهایی برسن دولت. سوال من از شما اینجا این هست که بسیاری معتقدند فرهنگ مردسالاری که غالب هست در بین سیاستمداران ایرانی یکی از دلایل مهم دور ماندن زنها از بازار کار هستش. مقامی مثل الهه کولایی اخیراً به عملکرد دولت روحانی در حوزه زنان نمره منفی داده. در مجموع میخوام اشاره کردن به مسئله آقای روحانی، میخوام ببینم نظر خود دولت چه هست و نقش و عملکرد خود آقای روحانی رو به عنوان رئیس جمهوری میخوام شما اینجا یه نقد و بررسی بکنید. من در تحلیل نقش آقای روحانی میتونم بگم که کارنامه موفقی در حوزه زنان نداشت. رویکرد جنسیتی کابینه ایشون بسیار ضعیف است. ایشون آگاه هستش به سهمیه 1% زنان در آزمون استخدامی، ایشون آگاه هستش با آثار سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته در حوزه زنان به خصوص در مجلس 7 و 8 و میدونه که نرخ بیکاری زنان 19.4% هستش، نرخ بیکاری مردان 9.3% هستش. در سال 94 ایشون میدونه که نرخ مشارکت اقتصادی زنان 13.3% بوده و نرخ مشارکت اقتصادی مردان 63.2% بوده. اما یه چیزی رو باید توجه داشته باشیم و اون نکته بسیار مهمی هستش که نقش کنشگری معاونت زنان در توقف این طرح رو نمیشه نادیده گرفت. شاید این سوال رو اینطور میشه مطرح کرد، آیا اگه کنشگری خانم مناوردی و تعاملش با بخشی از بدنه جنبش زنان نبود باز هم نیاز به توقف چنین طرحی بود؟ خب سوال رو اجازه بدید که من همین سوال رو با خانم عباس‌قلی‌زاده بپردازیم. به شما یه مقداری بحث کردید سر این که حالا نحوه انتخاب آقای روحانی به عنوان معاون زنان، یک معاونی رو به عنوان معاون مسائل زنان انتخاب کرده، بیشتر نشون میده که این مقدار نقش خیلی حاشیه‌ای هست و برای در واقع یه جور حالت تبلیغات داره. نظر شما چیه؟ آیا واقعا همینطوره؟ یعنی در تمام کاری که الان آقای روحانی میکنه واقعا در حد تبلیغاته، برای اینکه به هر جهت الان ما انتخابات رو هم در پیش داریم، دوباره صحبت زنو به میون اومده؟ ببینین، من میتونم بگم یه نکته رو اشاره کردم خانم مسجدی در رابطه با ارتباط خانم ملاوردی و پایگاهی که توی جنبش زنان داره، ارتباطی که تأثیری که جنبش زنان و خواسته هاش روی سیاست های زنان گذاشته، اینا رو نمیشه نادیده گرفت. یعنی این یکی از اینا اتفاقا یکی از مثبت ترین بخشاشه که بالاخره خانم ملاوردی ارتباط داشته با بدنه جنبش زنان، ولی به همون میزان توی همون دوران هم خیلی کسای دیگه بودن که این ارتباط رو داشتن و ما ندیدیم که اینا بیان به عرصه قدرت برسن. خود مثلا خانم کولایی یکی از اینها هستش که همیشه نظرات خیلی در واقع جلوتری داشت نسبت به زنان حکومتی دوره خودش و الان هم همینطوره. ببینید، صحبت اینجاست که من این بحث دارم بیشتر مطرح میکنم که دولت روحانی موقعی که اومد سر کار مسئله زنان براش مسئله استراتژیک نبود و اونقدر که مسئله تحریم، مسئله اقتصادی، مسئله اینکه بتونه یک طوری تأثیرات تحریم رو از جامعه دور بکنه و بتونه مذاکرات رو ببره جلو و از اون طرف هم بتونه یه تعادلی رو توی بین نیروهای مختلف داخل ایجاد بکنه، اینا انقدر مسئله
در واقع درگیر کننده ایه که ولی خب اصلا نمیرسه به اینکه بخواد مسئله استراتژیک رو مطرح کنه. خانم عباس خالدی، ولی تبلیغات انتخاباتیش بر مبنای مسائل زنان بود، یعنی بسیار متمرکز بود اتفاقا روی قضیه نبود؟ خب بله، غیر واقع بینانه بود اینکه بحث عدالت جنسیتی رو مطرح کنه، وزارت زنان رو مطرح کنه، بلندش بره توی جمع زنانی که اصلا داشتن همگرایی میکردن برای اینکه لابی کنن برای در واقع نماینده های کاندیده های اصلاح طلب. همه این کارها رو کرد به دلیل اینکه اون موقع شرایطی بودش که باید این اتفاق میافتاد برای رنجم کردن یا برای هر اتفاق دیگه. منتهاش روحانی یادمون باشه با حمایت تمام افرادی که از طیف اصلاح طلبای محافظه کار گرفته تا اصلاح طلبای تون رو و حتی اپوزیسیون با از اینا تونست رای جمع بکنه و یه بخش مهمی از اینا زنان بودن، ولی وقتی وارد حکومت شد و دولت در واقع بسیار روش های متعادلی رو پیش گرفت و در مورد زنان اصلا یادش رفت اون وعده هایی رو که داده بود. میگم اولین بحث سر اینه که اصلا کسی از وزارت زنان الان داره حرف میزنه یا نه، و این یکی از جنجالی ترین بحثای اون موقع بود. این که بیاد آقای روحانی الان بحث اشتغال زنان رو مطرح کنه و دفاع کنه از آزمون استخدامی به نفع این که سهمیه زنان در نظر گرفته بشه، این چندان در واقع رفتار زیربنایی نیست. این بیشتر یه حرکتیه برای اینکه یادآوری بکنه که من وفادارم به بحث عدالت جنسیتی و هزینه زیادی توش نیست. اجازه بدید حالا ما هم به خاطر اینکه عدالت رو برقرار بکنیم صحبت خانم مسجدی رو بپرسیم و بشنویم. قبل از اینکه من یک سوالی رو مطرح کردیم در صفحه فیسبوک برنامه، قبل از اون یک دقیقه مهلت داریم که صحبت خانم مسجدی رو بشنویم. خواهش می‌کنم خانم، نکته ای هست تو صحبت خانم عباس خالی زاده که شما می‌خواید بهش اشاره داشته باشید؟ من اتفاقا همین رو می‌خوام بگم که خانم عباس خالی زاده به همون دلایلی که ایشون میگن که آقای روحانی در واقع مسئله زنان مسئلهش نبود، مسئله اون مذاکرات بود و چیزای مسائل کلان سیاسی، اتفاقا میخوام بگم نقش کنشگری خانم مناوردی و تیمش هستش که هر روز این رو باید دولت یادآوری میکرد که چه چیزایی گفته شد اولی که ایشون میخواست بیا سر کار. و من فکر میکنم که این خیلی مهمه که نقش ایشون رو در روشن کردن، شفاف کردن، تاکید و توصیه کردن، هرچند اینا به قول شما به نتیجه هنوز نرسیده، ولی این مسئله مهمه. بله، اجازه بدید ما یک زنگ تفریح کوتاه داشته باشیم، برگردیم بریم سوال فیسبوک برنامه چه هست و چه واکنش هایی داشتیم. ما در فیسبوک برنامه این سوال رو مطرح کردیم که آیا حاکمیت جمهوری اسلامی میتواند زنان ایران رو از دستیابی به مشاغل مورد نظرشان محروم کند؟ پاسخ ها 66% بله بوده به این سوال و 34% جواب خیر دادند. و اما دیدگاه کاربران شبکه های اجتماعی درباره جایگاه زنان در بازار کار ایران از بهزاد شبانی آغاز میکنیم. بهزاد نوشته است بهتره بفرمایید جایگاه زن در بازار بیکاری ایران، در حقیقت کاری وجود نداره و همه از زن و مرد بیکار هستیم. محمد حسین صالحی نوشته است چنانچه مردم همچنان کوتاه بیاین امثال علم الهدا قدرت گرفته و کشور به عقب خواهد رفت. من از کسی ترس ندارم، حرفم رو بدون رودرواسی اظهار میکنم. محمد هم گفته است خیلی از زنان دوست دارن ازدواج کنن، تشکیل زندگی داده و حتی مادر بشوند، اما سن ازدواج به علت بیکاری بالا رفته است. احمد اخلاقی نوشته است مگر تا الان جلوشو گرفته هر کاری که بخوان میتونن بکنن، شغلی نیست که بخوان و نتونن. شما معنی آزادی و آزادگی رو اشتباه فهمیدید. آزادی در چارچوب قانونه، اما آزادگی در وجود آدمیه که هیچ کس نمیتونه از انسان، در وجود خود آدم هست و هیچ کس نمیتونه اون رو از انسان بگیره.
یاسی هم گفته است چرا ایده‌ای فکر می‌کنن زن‌ها دوست دارن وابسته به مردهاشون باشن، چرا باید میان زن و مرد برای فرصت‌های شغلی فرق باشه. کاوه همایون هم به طنز می‌گوید کار را بی‌خیال شو، کار دستمون ندن بهتره. و سوال بله دیگه اجازه بدید این سوال‌ها اینجوری جواب داده بودن کاربران ما. اجازه بدید من در فرصتی که باقی هست یکی دو سوال دیگر رو بکنم از مهمان‌های برنامه. خانم مسجدی از شما میخوام آغاز بکنم، یکی دو تا هم نظر خوندیم که در همین رابطه اتفاقا بود. آمار نشان میده نرخ بیکاری زنها حدود 2.5 برابر مرد هاست، میگن حتی مقدار بیشتر هم شده. در این حال در ایران خیلی ها هستن که میگن، مثل اینایی که الان یک دو نفر گفته بودن، مگه برای مردها کار هست که برای زنها باشه؟ یا مثلا میگن در فرهنگ ما تأمین مخارج خانواده بر عهده مرد هست، مشکل بیکاری، معضلات اقتصادی، همه و همه ضرورت استخدام بیشتر رو به مردان میده. میخوام نظر شما رو بدونم در این مورد. ببینید من فکر میکنم که این مهمه که توجه کنیم مسئله بیکاری زنان شده مسئله و به سطح مطالبات عمومی کشیده شده. و دیگه این که فرهنگ همیشه در حال تغییر هستش و تغییر این فرهنگ، یک تغییر فرهنگ مرد سالاری، یه مبارزه است، یک مبارزه طولانی هستش. و دیگه اینکه مسئله آمار، من فکر می‌کنم این رو باید توجه داشت که این سوال رو باید از خودمون بکنیم. آیا همیشه مشارکت غیر رسمی و غیر دولتی زنان در تامین مخارج خانواده در آمارها لحاظ میشه؟ و دیگه اینکه مسئله بیکاری مردان با سیاست خانه نشین کردن زنها حل و فصل نمیشه. و دیگه و اون مسئله بیکاری بله؟ یه مسئله کلان اقتصادی هستش و بیکاری موزل جهانی هم هستش. بله، اجازه بدید همین سوال رو از خانم عباس‌قلی زاده بکنیم در فرصتی که داریم، حدود یک دقیقه خانم مونده به انتهای برنامه ما. بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید من اگر این سوال بشه در مقابل سوال دیگه مطرحه و اون سوال اینه که کسی که پدر و مادر این هم برای زحمت میکشن برای اینکه درس بخونه، برای اینکه مراقبش هستن، اینو میفرستن به جامعه و بعد با یه لیاقت بالایی فارغ التحصیل میشه، حرفه های مختلف رو یاد میگیره و حالا آماده است که وارد بازار کار بشه، ازدواج میکنه و میبینه که باید برای مخارج خانواده برابر با همه اعضای دیگه خانواده کار بکنه. در این صورت آیا این اصلاح، این منصفانه است که وقتی که میخواد وارد بازار کار بشه وارد فقط بازار کار دور خدماتی بشه و کار ارزان؟ یعنی منظورتون به این هستش که به هر جهت آمار بالای تحصیل کرده های زن به هر جهت آمار اشتغال رو هم تاثیرگذار هست دیگه، اینها به هر جهت شغل اصلا و اصلا مطالبه جامعه اینی نیستش که چرا مردها کار بکنن زنها نکنن. مطالبه واقعی جامعه الان اینه که همه میخوان کار بکنن. بله، فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان، دانشجوی دکترای تاریخ در برلین، خانم محبوبه عباس‌قلی زاده، فعال زنان و مؤسس تلویزیون اینترنتی زنان تیوی. ممنون از اینکه با ما همراه بودید، ممنون از شما که این برنامه رو تا انتها دیدید. سپاس، شبتون خوش.